عرض سلام درود به یاران عزیزم، با آرزوی بهترین ها در سال 1402 برای عموم مردم انقلابی ایران که خواهان تحول و تغییر ساختار نظام سیاسی اجتماعی هستند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. مردمی که به پا خواستند برای تغییر و تحول و گذار از نظام حاکمیت موجود به نظام حاکمیت مطلوب ملی و مردمی، حرکتشون محتوماً و محکوماً پیروز میشه. این قانون ناظر و حاکم بر اجتماع و در این تردیدی نیست. مدتی ممکنه به درازا بکشه، افت و خیز داشته باشه، ولی وقف ناپذیره تا به اهداف خودش دست پیدا بکنه. و این مطلبیه که ما مشاهده میکنیم که در نطق نوروزی رهبر نظام کنونی حاکم بر ایران عیناً انعکاس پیدا کرده. پیش از اینکه وارد اصل مطلب بشم، یک یادآوری تاریخی میکنم. مردم به یاد میارن در دوران سلطنت پهلوی هر سال در آبان دو جشن تولد برگزار میشد و مراسمی انجام میگرفت برای بزرگداشت تولد شاه سلسله پهلوی و ولیعهد سلسله پهلوی. در سال 1357 شرایط اجتماعی، تحولات جاری در ایران، در جامعه آن روز ایران دیگه جایی باقی نذاشته بود که اونچنان مراسمی بخواد برگزار. اما در 14 آبان سال 1357 مردم ایران شاهد بودند که ناگهان آقای محمد رضا شاه پهلوی بر روی صفحه تلویزیون ها ظاهر شد، مطالبی راجع به فضای باز سیاسی گفت و صحبتش رو رسوند به این نکته که من نیز پیام انقلاب شما مردم ایران را شنیدم. ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. این یه پیام تاریخیه که به جا مونده. حال روز اول فروردین ماه 1402 خورشیدی ما شاهدیم که رهبر نظام حاکم بر ایران آقای علی خامنه‌ای در مراسمی که در حرم امام رضا برپا شده یه سخنرانی کرده و مطالبی میگه که نشون دهنده اینه که ایشون هم به روشنی پیام انقلاب مردم ایران رو برای گذار از نظام موجود به نظام مطلوب شنیده. تحول یعنی چه؟ تحول یعنی دگرگونی. چی میخواهیم دگرگون بشه، تغییر پیدا کنه؟ این مهمترین مسئله اینه. دشمنان نظام اسلامی هم میگن دگرگونی، اونا هم دنبال دگرگونی هستن. دگرگونی مورد نظر اونها
درست نقطه مقابل اون چیزیست که مورد نظر ماست. اونها از این دگرگونی که مطرح میکنند که متاسفانه در داخل هم بعضی ها به تبع اونها یا به تقلید اونها همون حد رو با تعبیرات دیگری بیان میکنند، تغییر قانون اساسی مثلا، تغییر ساختار نظام اسلامی، این همون حرف بیگانه هاست، همون حرف دشمن هاست، منتها عنصر داخلی گاهی از روی غفلت، از روی بیتوجهی، گاهی هم به انگیزه های دیگر اون حرف رو تکرار میکنه. اونچه که دشمن دنبالش هست و اسمش رو دگرگونی میگذارد، او عبارت هست از تغییر هویت جمهوری اسلامی. اینا با هویت جمهوری اسلامی مخالفن. اگر میگن تغییر، تحول، تغییر ساختار، انقلاب و امثال اینها، مقصودشون این است که هویت جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. با مسئله ولایت فقیه مخالفن. با هر چیزی که نشان جمهوری اسلامی در اون پررنگ است مخالفن. نظرشون تغییر این چیز هاست. اگر اسم تغییر ساختار میارن، اسم تحول میارن، مقصودشون این است که اینها رو که اتفاقا اینا همه نقاط قوت کشور ماست، نقاط قوت جمهوری اسلامی است، اینها رو میخواهند حذف کنند. تغییری که دشمن اسم میارد، تحولی که دشمنان جمهوری اسلامی مطرح میکنند، اینجور تغییری است. مطالباتی که در این انقلاب مطرح شده رو ایشون به روشنی بیان میکنه و میگه برای تحول دو تعبیر وجود داره. یک تعبیر عبور از نظام ولایت فقیهه. این درست پیام انقلاب مردم. مردم همینو دارن فریاد میزنن تو خیابونا. مردم همین رو میخوان. و این عین صحبتیه که آقای خامنه‌ای بهش اقرار و اعتراف کرد. ایشون میگه تعبیرش از تحول و تغییر یعنی اصلاحاتی باید صورت بگیره در جاهایی که کاستی ها و کمبود هایی وجود داره. اما مردم میگن کمبود ها رفع ناشدنیه، در طول 44 سال رفع نشده و در آینده هم رفع نمیشه، چون اینها ناشی از شاکله خود نظامه. و شاکله خود نظام چیه؟ همین اصل ولایت فقیه که مردم دارن باهاش مخالفت میکنند. مهم نیستش که رهبر نظام اسم مخالفت های مردم رو اغتشاش بذاره یا انقلاب بذاره، مهم اینه که مردم چی میگن وقتی تو خیابون ها را میفتن و حرکت میکنن، چی میگن. اراده خودشون رو برای عبور از اصل ولایت فقیه بیان میکنند و رهبر نظام آقای علی خامنه‌ای به این امر اقرار و اعتراف کرده. اما چرا مردم اساس اشکال رو در اصل ولایت فقیه میبینن؟ بحث بر سر اینه که یک، اشکال از نظر مردم در کجاست؟ در اصل ولایت فقیه. و دوم، مردم چطور میخوان از اصل ولایت فقیه عبور بکنند؟
به این مطلب میخواییم بپردازیم. مردم اراده خودشون رو میخوان بیان بکنند. میگن ما خواهان برپا شدن نظامی هستیم که مطلوب بودنش ناشی از دموکراتیک بودنشه، که حکومت فردی توش نباشه. آقای رهبر نظام دموکراسی رو تخطئه میکنه به صراحت. به طور خلاصه هدف دشمن تبدیل مردم سالاری اسلامی به یک حکومت باب میل استکبار است، یا یک حکومت به ظاهر دموکراسی فریب، دموکراسی غربی که دموکراسی دروغ و فریب است. یه دموکراسی سر کار بیاد متأ زیر نگین اونها، تو مشت اونها، بر طبق میل اونها حرکت بکنه. دموکراسی حکومت مردم بر مردمه و در برابرش نظام فردیه، نظام استبدادیه، نظام دیکتاتوریه که حکومت فردیه. اونا در ایران دنبال اینن که یک حکومتی اینجا سر کار بیاد که باب میل استکبار باشه، یا یک حکومت فردی که یک فرد مطیع اونها بر سر کار باشه. رهبر نظام حکومت فردی رو تخطئه نمیکنه، حکومت فردی رو تأیید میکنه، ولی میگه حکومت فردی بر دو نوعه. یکی حکومت فردیه که تابع دشمنان باشه، یکی حکومت فردیه که تابع دشمنان نباشه. اما در هر حال ایشون داره از حکومت فردی دفاع میکنه. این حکومت فردی به صورت تئوریک در چه ایدئولوژی جلوه پیدا میکنه؟ در نظریه ولایت فقیه، در جامعه ای که نظریه ولایت فقیه به عنوان پایه حاکمیت توش استقرار داره، چنان که مصباح یزدی گفته بود، اصولا جمهوریت مفهوم نداره، حضور مردم نمایشیه، اهم از این که پای صندوق‌های رأی برند یا نرند تفاوتی نداره. حکومت در دست یک فرده که این حکومت باید بر اساس اسلام و با اذن ولی امر حقیقی امام معصوم که به فقها داده شده باید تشکیل بشه، بدون اذن او و حتی بدون نصب رئیس جمهور از طرف او، حکومت غاصب است و به تعبیر او طاغوت است. فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. این مسئله فرق این حکومت با جمهوری های دیگر. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی را؟ مردم تعیین کردن اینکه به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه هر کار میخواد بکنه، مردم چه حق داشتن رو بدن؟ قانون اونه که خدا فرمود، مجری قانون کسیست که خدا تعیین کرده. اصل مسئله اینه که آقا باید ما یک نگرشمون نگرش دینی باشیم، مردم ما هم تهدیلشون مردم سالم ساده خودمون رو عرض میکنم، نه اونایی که ذهنشون آلوده شده به مفاهیم غربی با ادبیات سیاسی غرب. اونا خودش حاکم شهر و مجتهد جامعه شهر رو اینا میدونن. یه موقعی آقای دوگین نظریه پرداز روسی و یکی از طرفداران پروپا قرص نظریه حکومتی و سیاسی احمد فردید مهنی یزدی گفت حاکم
در جامعه شیعی از نظر او، یعنی جامعه ای که زیر اصل ولایت فقیهه و حاکم در نظریه ارتدوکسی موجود در روسیه، یه شباهتی به هم دیگه دارن. اینه که مردم تعیینشون نمی کنن، مردم کشفشون می کنن. این نظریه رو ایشون زیر عنوان کاتاخان مطرح میکنه، یعنی کسی که صاحب ولایت نسبت به مردم، برای حکومت بر مردم دارای ولایت، مردم اینو کشف میکنن و سپس به عنوان ولی قبولش میکنن و سپس ازش اطاعت میکنن. وظیفه مردم در چنین حکومتی فقط اطاعت کردنه، فقط سرخم کردنه. این نکته مهمترین و عمیقترین سطح گفتگو بین ایران و روسیه همین گفتگوی معاد شناختان است. به نظر من ما باید این مباحثه رو بیشتر و بیشتر ترویج کنیم، چون این نکته بخش اساسی باور ارتدوکسی و تشیعه. در هر دو مورد بعد معاد شناختی دین به سیاست مربوطه. به نظر ما کاتاخان یا همون نگه دارنده سزاره که یک شخصیت سیاسیه، اما این نگرش سیاست امراه با دینه و نه اینکه سیاست محض باشه. ما نمیتونیم دینو از سیاست جدا بکنیم. نگه دارنده هر دو نقش و توامان ایفا میکنه. در گفتمان ایرانی هم ولایت فقیه به صورت همزمان مفهومی دینی و سیاسیه. همین نگرش درباره دشمن و شیطان و دجال یا دشمن مسیح هم وجود داره. ما غرب مدرن، هژمونی آمریکا و تمدن شیطانی و سکولاری و اهریمنی رو مصداق چنین دجالی می‌دونیم. ما با این دجال می‌جنگیم و اونو رد می‌کنیم. از منظر جهاد معادشناختی ما در جبهه واحد قرار داریم. این مسئله مهمترین حقیقتیه که من اونو کشف کردم. من این نکته رو درباره قانون اساسی ایران خیلی دوست دارم که رهبر نباید انتخاب بشه، بلکه باید کشف بشه. ما باید اون نگهدارنده رو کشف کنیم و نه اینکه اونو منصوب یا انتخابش بکنیم. ما باید این بعد معادشناختانه رو کشف کنیم و نه اینکه خلق یا انتخاب کنیم. این مسئله به ما بستگی نداره، بلکه ما باید این حقیقت رو کشفش کنیم و نه اینکه حقیقت رو خودمون خلق کنیم یا چیزی رو تحمیل بکنیم. این نگرش معادشناختی در نگرش ارتدوکسی روسیه و سنت ایرانی باید کشف بشه و باید در کانون توجه ما قرار بگیره. مردم نقشی در تعیین سرنوشت خودشون ندارن. مهم نیستش که این سیستم دیکتاتوریال و استبدادی به عنوان اصل ولایت فقیه در ایران پیاده بشه یا به نام کاتاخانتیزم در روسیه بخواد پیاده بشه. هر دوش بر یک اساس استواره: حکومت فردی. اما پایه تئوریک این حکومت فردی که کاملاً با آموزه های قرآن مجید، با آموزه های اسلام، با آموزه های تشیع در تضاد 180 درجه است و هیچ ارتباطی به فرهنگ سیاسی شیعه در طول هزار و چند صد سال عمر جهانبینی تشیع نداره. چیه؟ اینه که کسی که فقیهه دارای یک ولایتی نسبت به کسانیه که بهش اقتدا می کنند، که از همون جنسه که کسی که قیمه نسبت به اشخاص سفیه دارای ولایته. یعنی ولایت فقیه طرف مقابلش مردم صاحب حق نیستند، سفها هستند که کارشون عدم دخالت در امور حسبیه و نسبیه خودشونه. چون فرض بر اینه در نظریه ولایت فقیه که مردم صلاحیت ندارن که در امور مربوط به خودشون تصمیم میگیرن، حتی برای تعیین
لباسشون، پوشششون، برای تعیین خصوصی ترین امور مربوط به خودشون. اینه که یه بابایی مثل احمد خاتمی که ایشون خودش رو فقیه به شمار میاره و در نتیجه برای خودش قائل به ولایته، به خودش اجازه میده که بیا تو صدا و سیمای کذایی بشینه و بگه زنان، خانوم ها در خونه خودشون حق ندارند جلوی تلویزیون بشینند و مسابقات کشتی رو تماشا بکنند. این آقا به خودش یه همچین اجازه ای میده به عنوان فقیه. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینند. این تصریح فتوای مراجع. حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون، شناگران مرد شنا میکنن، زنها ببینن. این حرامه. تصریح کردن مراجع عالی قدر تقلید. نفرمایید خوب چرا تلویزیون میگذاره؟ خوب تلویزیون فیلمهای ورزشی رو میگذاره و قرارم نیست که هر برنامه رو هر کسی ببینه. طرف خودش رو اهم از این که خانوم ها باشن یا آقایون باشن، برای آقایون هم یه همچین حرفایی میزنه، تفاوت نداره. دخل و تصرف میکنه در حریم خصوصی شهروندان، چون حقوق شهروندی قائل نیست، برای اینکه اونها رو از سفیه هم کمتر میشموره. این اصل ولایت فقیه. نه اینکه احمد خاتمی اینجوری باشه، احمد علم الهدا هم اینطوریه. نه اینکه احمد علم الهدا و احمد خاتمی اینجوری باشن، محسن عراقی هم اینجوریه. این اشخاصی که اعضای مجلس خبرگان به اصطلاح رهبری هستند، جهان بینیشون به این شیوه است، دیدگاهشون این چنینه، جهانی رو که میبینند روی این پایه استواره. به همین دلیل اینها حرف مردم ایران رو درک نمی کنند و مردم ایران هم دعاوی و ادعاهای این افراد رو درک نمی کنند. مردم خواسته های خودشون رو مطرح می کنند. اینها میخوان تن به خواسته های مردم ندند. میگن مردم دارن اغتشاش میکنن. میگن ریشه های این اختشاش در خارج از ایرانه. استکبار در ایران خواستار یک حکومتی است که بتواند او را تهدید کنه یا تطمیع کنه و با تهدید و تطمیع بتواند خواسته های خودش رو انجام بده، کشور رو غارت کنه، تسلط سیاسی و اقتصادی پیدا کنه. دنبال اینن. بعد شروع به تئوری سازی و سفسط بافی میکنن. خب هر چقدر که بیشتر این حرفا رو میزنند، فاصله عینی و عملی بین شهروندان، بین مردم ایران و این افرادی که کارگزاران نظام ولایت فقیهند بیشتر میشه. نظام ولایت فقیه رو به صورت عریان مصباح یزدی بیان میکرد. مصباح یزدی صراحتاً میگفت آقا اینجا حکومت اسلامیه، جمهوریت وجود نداره، از اول نباید اسمش جمهوری گذاشت. مصباح یزدی گفت اگر اول انقلاب اسم این نظام رو گذاشتن جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه آمادگی نداشت که اسمش رو بذارن حاکمیت اسلام و حکومت اسلامی. برای یه دوره کوتاهی اسمش رو گذاشتن جمهوری اسلامی تا جامعه ظرفیت پذیرش حکومت اسلامی رو پیدا بکنه، بعد اسمش رو تغییر بدند به حکومت اسلامی، یعنی حکومت ولایت فقیه، یعنی حاکمیت آخوندها. یه نکته اول این که ولایت معناش یعنی حکومت. تفکرات متحجرانه را کم و بیش داره.
اسلام حکومت نیشی، حکومت اسلام دیگه نیشی. اون چیزی که ایشون ثابت کرد که از بزرگترین واجبات است و حفظ اون از نماز واجبتر است. کسان یعنی گوشوگرا که بمیشه اصلا حکومت اسلامی چیسته؟ اون در اسلام چیزی نام حکومت دن کتاب جواهر رو برده کجاش میشته که کتاب رو حکومت چیزی نداره من و کسان دیگری به نحوهای دیگری. امروز مسئله ما مسئله ولایت فقیه در جامعه ما مثل خورشید میدرخشه. دنیا حکومت ما رو به حکومت ولایت فقیه میشه. وقتی میخوام بگم حکومت اسلامی چی بیشه نیشکی داره، میگن این حکومت ولایت فقیه. اما دست هایی در کار است که این عنصر اصلی حکومت ما که برکت خونهای شهدا، برای خونهای شهدای ما و تلاش های مجاهدین ما و در رأس همه شخص امام هست، حزبان الله کم کم کمرنگ بشه. برای فقیه چیزی حالا تو قانون اساسی آمده، حالا تو قانون موقعی برای فقیه همینه. یعنی اگه تو قانون اساسی نیامده بود ما ولایت فقیه نداشتیم. مردم وقتی در مقابل ارتش شاه سینه‌هاشون رو باز میکردن میگفتن سرنیزه رو بزن یا تیر بزن، میگفت به دستور امام، ولی یه فقیه به من اجازه داد. قبل از اینکه اون نظام ثابت بشه ولایت فقیه بود، مردم قیامشون بر اساس ولایت فقیه بود، نه چون تو قانون اساسی ها بود. و همه میدونیم قانون اساسی که بالاخره قابل تغییر هست، این شکلی بالاخره به همین منزلی نیست، تجدید نظری میشه درش کرد. حالا که تجدید نظر کردن کسانی گفتن باید این ماده هست میشه باطل میشه. فرق این تفکر رو ببینید که کسانی دارن دنبال میکنن با اون تفکری که امام به ما القا کرد. صریحا آمده تو صحیفه امام، صحیفه نور رو ملاحظه بفرمایید، می‌فرماید رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است و اطاعت او حرام. این حرفی که مصباح یزدی به صراحت زد، نه اینکه یک بار بزنه، اینو تدریس می‌کرد، این رو در حوزه‌های بسیجی آموزش می‌داد. شاگردان مصباح یزدی که در طیف فکری مصباح یزدی بودند همین حرفا رو تکرار می‌کردند و به شاگردای خودشون منتقل می‌کردند. تمام کسانی که از پژوهشگاه و از دانشکده و دانشگاه باقرالعلوم فارغ التحصیل میشن و یه عمامه میذارن سرشون و میان بیرون برای اینکه کارگزار نظام بشن به عناوین مختلفه، اینجوری فکر میکنن. اینها اسم رویه خودشون رو استبدادی نمیذارن، اسم رویه خودشون رو دیکتاتوری نمیذارن، اسم رویه خودشون رو مردم سالاری میذارن. به طور خلاصه هدف دشمن تبدیل مردم سالاری اسلامی به یک حکومت باب میل استکبار است. چون تعریفشون از مردم و مردم سالاری با تعریفی که مردم از مردم و مردم سالاری دارن تفاوت داره. یعنی دو گالاکسی، دو جهان، دو سیاره کاملا متفاوته. 44 ساله که این نظام با این نظریه اومده و حاکمیت ملی مردم ایران رو غصب کرده.
و یک نظام فرقه گرایی رو حاکم کرده، یک نظام 100% آپارتاید مذهبی رو حاکم کرده. شهروندان ایرانی اگر نگند که مسلمانان حقوق شهروندیشون رو از دست میدن. تمام آمارهایی که ارائه میشه از تعداد شیعیان در ایران و از تعداد سنیان در ایران و از پیروان سایر ادیان و خورده آیین‌ها در ایران غلطه. آمار صحیح هرگز گرفته نشده و ارائه نشده. اگر میگن تغییر، تحول، تغییر ساختار، انقلاب و امثال اینها، مقصودشون این است که هویت جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. هدف اونها حذف همه چیزهایی است که مردم رو به یاد انقلاب و به یاد اسلام میاندازد. مردم متوجه میشن که داشته از اسلام ابزارسازی میشده برای جا انداختن ولایت فقیه. یعنی در طول 44 سال ولایت فقیه هر وقت میخواست خودش رو در ذهن جامعه پیاده بکنه و هر وقت میخواست که امر و نهی بکنه، پای اسلام رو میکشید وسط، در حالی که این یه فرقه است. یک رهبر مذهبی مانند شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی، ایشون به عنوان یک چهره اسلامی میگه مردم حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارن. مردم از کجا ایشون الهام میگیره؟ از قرآن مجید، از آموزه های موجود در قرآن مجید ایشون الهام میگیره. قرآن اینو میگه. اما شما بگردیم ببینیم این اصل ولایت فقیه پایش در کدوم آیه قرآن قرار داره؟ کجا در قرآن مجید به شخصی به نام فقیه چنین ولایتی داده شده که مردم جامعه رو سفیه به شمار بیاره و بخواد حاکمیت اونها رو غصب کنه و در قبضه تصرف خودش بگیره؟ کجای همچنین آیه‌ای وجود داره؟ در کدوم قرآن یک چنین آیه‌ای وجود داره؟ در قرآنی که بنده خوندم و آیاتش رو حفظم من همچین چیزی ندیدم. به همین دلیلم بارها از اون آقای عبدالحسین خسروپناه که الان شده رئیس شورای عالی سیاستگذاری فرهنگی نظام درخواست کردم که گفتگو کنیم در فضای مجازی به صورت مستقیم و زنده و مردم هم شاهد باشن. ایشون دلایل خودش رو در اثبات نظریه ولایت فقیه با تکی به آیات قرآن بیاد مطرح کن. در قرآن نیست. در سنت رسول اکرم قطعا نیست. آیا در فرهنگ شیعه وجود داره؟ قطعا وجود نداره. نظریه فقهی حکومت در فرهنگ شیعه همیشه بر این اصل لور میزده که حکومت خاص معصومه و معصوم در دوران غیبت به سر میبره و هر گونه دخالت در امور حکومت به نام دین غصب مقام امام غایبه و حرامه. این فرهنگ شیعه اینو میگفته. پس اصلا نظریه ولایت فقیه قابل جمع با جهان بینی تشیع نیست. پایش دوتا مقبوله است، دوتا روایته که هیچ تگیگاه اصیلی در اسلام نداره و هرگز مورد قبول عموم مسلمانان نبوده، نه عامه قبولش داشته نه خاصه قبولش داشته. مردم ایران وارد بحث‌های تکنیکی نشدند. شعور جمعی مردم منبع ادراکشون نسبت به عدم مقبولیت نظریه ولایت فقیه و میخوان ازش عبور کنن.
اما چجوری میخوان ازش عبور کنن؟ هرگز مردم در پی خشونت نبوده نیستند و نخواهند بود. مردم خواهان تغییرند و برای این تغییر میگن آقا بیاین و همه پرسی کنید، رجوع به افکار عمومی کنید. آقای خامنه‌ای، مگه شما نمیگی که مردم ایران نظام ولایت فقیه رو دوست دارن و خواهان اونن؟ خب یه همه پرسی بذارین، مردم دنیا رو دعوت کنین که ناظر این همه پرسی باشن، ناظران بیطرف بین المللی رو دعوت کنین بیان و ناظر این همه پرسی باشن، ببینن مردم همه اومدن به شما رأی دادن، دیگه دعوا تموم میشه، میره به کارش، احتیاج به سرکوب نیست. پس مردم دنبال خشونت هرگز نبودن نیستن نخواهند بود. مردم به دنبال اغتشاش هرگز نبودن نیستن نخواهند بود. اما مردم خواهان تغییر هستند. مردم خواهان گذار از وضع موجود به وضع مطلوبند. در این تردید نیست. این که اون وضع مطلوب چیه، اون رو مردم تصمیم میگیرند. کسی برای مردم نمیتونه تصمیم بگیره. اگر قرار بود کسی برای مردم تصمیم بگیره که خب نظام ولایت فقیه بود، قبلش هم که نظام سلطنتی بود، در هر دو نظام هم داشت بر مردم تصمیم گیری میشد. مردم واسه همین انقلاب میکنن، میخوان خودشون زمام سرنوشت خودشون در دست داشته باشه، کسی براشون تصمیم نگیره. این پیام مردمه. اما شما وقتی جلوشون صف میبندین و دستور سرکوب میدید، اون هم به صورت آتش به اختیار، و این همه فاجعه را میفته، این همه کشته و مجروح رو دست جامعه میذاره، این همه جوانان و نوجوانان، دختران و پسران کشته میشن، نقص عضو میشن، مجروح میشن، معلول میشن، ناشی از اینه که شما نمیخواین اراده مردم رو بپذیرید، دست به خشونت دارید میزنید. خشونت برای شما مشروعیت نمیاره و این موج انقلاب رو هم نمیتونه متوقف کنه. قبل از اینکه آقای علی خامنه این صحبت‌ها رو مطرح بکنه در حرم امام رضا، آقای حسین سلامی رئیس سپاه پاسداران هم اومده بود یه صحبت‌هایی کرده بود، همین حرفا رو عیناً تکرار کرده بود. ایشون عیناً همین حرفا رو بیان کرده بود، یعنی وارون گویی حقایق. این همه وارون گویی آقای سلامی واقعیت رو تغییر نمیده، اصلا کسی گوش به حرفای شما نمیده. برای همون زیردستان خودتون که صحبت میکنین دیگه واقعی به حرفای شما نمیذارن، همون سرفرماندهان ارتشی و سپاهی، اونها هم بی اعتماد شدن نسبت به حرفایی که شما تکرار میکنید. این قدر دروغگویی، اینا که مشروعیتی نمیاره برای شما. باید قبول بکنید که این خواست مردم ایرانه که میخوان به صورت مسالمت آمیز بدون خونریزی از وضع موجود به وضع مطلوب گزار مسالمت آمیز داشته باشند. جناب شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی هر هفته در مسجد مکی زاهدان مطالبات مردم رو با صدای بلند از موضع فرا جناحی، از موضع فرا مذهبی، از موضع فراقومی و از یک نظرگاه ملی و سراسری و مردمی بیان میکنه. ایشون به هیچ قدرت خارجی متکی نیست. ایشون از هیچ جایی خط نمیگیره. ایشون با وجدان خودش کار میکنه. تغییر مسالمت آمیز از طریق رفراندوم رو ایشون مطرح کردند. آقای مهندس میر حسین موسوی که الان بیش از حدود 14 ساله که در حصر خانگی هستن،
همراه با خانم دکتر رهنورد، همراه با آقای حجت الاسلام کروبی، جناب آقای میر حسین موسوی، همین گزار مسالمت آمیز از طریق رفراندوم رو به یک قانون اساسی جدید مطرح کردند. حرکت به سمت قانون، حرکت از یک نظام مطلقه کلیه فردی بر 85 میلیون انسان فرهیخته. این صداها در ایران بلند شده، مردم دارن فریادش میزنن. اینا ربطی به خارج نداره. اگر در خبرگزاری های فارسی زبان یا غیر فارسی زبان در جهان تنین پیدا میکنه، به خاطر اینه که این رسانه های مستقل وظیفه‌شون باز نشر اخباریه که مردم در ایران فریاد میزنن. همین. نمیشه واقعیت رو انکار کرد و نمیشه با وارونگویی اذهان و ضمایر مردم رو نسبت بهش دچار کژی و انحراف کرد. این حرکت برای تغییر به اهداف خودش ظفرمندانه و با موفقیت نائل میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا ادامه این گفتار شما یاران عزیز به خدای بزرگ می‌سپارم. علی نگهدار.